درود بر همه این بار میخوایم یه بحث فشرده کلیدی بکنیم که خیلی دوستان خواستن فرق بین تکنیک و فرم فرق بین احساس و حس و تمام چیزهایی که به این مربوط میشه برانگیختن حسه هیچ چیز دیگه نیست این رو دوستان اهل فلسفه و فلاسفه متوجه نمیشن همه چیز رو در قلم روی خداگاهی میگیرن هنر وقتی میگیم در قلم روی حسه و نه احساس معنیش اینه که در قلم روی ناخداگاهیه. حالا چه جوری میرسه به این پروسه که آدمی اهل هنری به فرم میرسه در هر مدیوم هنری مقدمات رو باید آموخت مقدمات یعنی فن اون مدیوم در هر مدیومی ما باید تکنیک و فن اون مدیوم رو بیاموزیم آموختنش هم با یکی دو جلسه بحث شنیدن نیست تمرینه باید الان در قلم روی سینما ما باید تکنیک رو به علا درجه ما که میگم یعنی کسی که اهل ساختن و آفای نشان مراریه. تکنیک رو به علا درجه بیاموزه و سطح تکنیک رد شه بیاموزه که به عمق تکنیک برسه و تکنیک رو از آن خودش کنه شخصیش کنه این مقدمه بحثه حالا با این تکنیک چیزی ذخیره میشه که به کمک به کمک فرم میاد آدم اهل هنر ای قصه ای باش کار میکنه تکنیک رو هم گفتیم که خوب آموخته با تمرین و تمرین هم فقط نشستن پای میزه تمرینی نیست یعنی فقط لنز و نور و رنگ و اینا فقط نیست بلکه باید ذخیره میدیومیش به شدت برپا باشه به شدت پربار باشه خب بعد حالا مسئله ای داره نکته ای داره ایده ای داره این در ناخداگاهش داره بارور بار. از اونجایی که تکنیک و بلده اونجا شکل ابتدایی به خودش میگیره در ناخداگاهی و آرام آرام امکان رسیدن به فرم میاد تکنیک در قلم روی خداگاهیه میشه آموختش فرم ابدا جنی نیست فرم در قلم روی ناخداگاهیه آموختنی نیست زیستنیه یعنی هنرمند زیست فرم داره زیست فرم یعنی که جهانش فرمیک شده و زندگیشم نوع خاصیه این میشه زیست فرم فرم اونجا شکل میگیره وقتی به قوام میرسه آماده میشه برای، انتقالش به ما مجبوره و برای خروجش از قلم روی ناخداگاهی به بیرون مجبوره که لباس تکنیک ببوشه همچنان که خود ناخداگاهی هم برای اینکه که بگه من چین چی مسئله چی اوضاع الان ناخداگاهی هم برای اینکه بتونه خودش رو بروز بده لباس خداگاهی ترش میکنه در رویاها ها کابوس ها چه دیدرویم ها و حتی در توپه های روزمره مدام میاد بیرون از لاکش و به به خداگاهی اعلام میکنه و مرتب مورد که روز خداگاهی قرار میگیره و رونده میشه به قلم روی ناخداگاهی. این پس میبینید اصلا خود قلم روی ناخداگاهی برای اعلام وجود برای بروز باید با خداگاهی طرفه این در واقع یه جوری میدیوم نخداگاهی که ارز کردم در قلم روی میدیومش خداگاهیه با خداگاهی ما رو متوجه میکنه که این کابوسه این توپوقه این رویمه چی رو داره اعلام میکنه درست شد پس تکنیکی که هنرمند میآموزه و به شدت هم روش مکس میکنه و میتونه آخرش از آن خودش کنه وقتی از آن خودش میکنه میتونه کنار بزنتش نشسته در خود در صاحب اثر حالا میشه کنار گذاشتش حالا فرم زاده میشه تکنیک عرض کردم که در قلم رو خداگاهی بدون فرم مثل 90 درصد یا بیشتر مجموعه سینمای جهان فیلم ها به فرم نمی رسن. مسئله فرم هم ندارن سینما براشون سرگرمی صرف و انترتینمنت و گیش است و بازاره این یعنی بالای 95 درصد محصولات سینمای جهان و سینمای امریکا میتونن با تکنیک من رو نگه دارن برای یک بار من رو نگه دارن تولید هیجان بکنن تولید یه شعف عام بکنن اما همین دفعه دوم آدم یکم مسلح رو دیگه کارش امتران بکنن پس میشن فیلم های یک بار مصرف در بهترین حالت فیلم های تکنیکال خوب که میشه یه بار دیگه شد هنر چنین نیست هنر نه فقط سینما موسیقی ادبیات نقاشی هر باری که شما سراغش میرید همچنان با شما ارتباط برقرار میکنه یعنی چی یعنی هنر در زمان حال میزیه نه در زمان گذشته که خلق شده مدام در حال به سر میبره و مدام در حال ما باش مواجه با میشیم و در حال حس میگیریم هنمند حسش در ناخداگاه تبدیل به خدا به فرم شده ما از طریق فرم هنرمنده که به حسش دست پیدا میکنیم و بعد به حس خودمون این به نظرم ظاهرا خیلی ساده میاد ولی درکش کمی مشکل و کار بره ارز کردم که تکنیک احساس می همین و حس احساس فرقش باعث چیه؟ احساس اینه که عام پیشینیه پسینیه و ابزارش فقط حواس پنجگانه است اما از این حواس پنجگانه هم درست نمیتونه استفاده کنه محدوده داره فرم از حواس پنجگانه قطعا استفاده میکنه اول کارش اینه که این حواس رو تیز کنه به خصوص دیدن و شنیدن و ما باید به عنوان یکی تا از مهمترین حواس های پنجگانه دیدن و شنیدن اون رو پربار کنیم تقویت کنیم و شارپش کنیم هنر اون شارپ میکنه پس بیعتنایی به حواس پنجگانه غیر ممکن میکنه تولید حس معین رو حس برخلاف احساس مشترک نیست عام نیست پیشینی نیست به شدت خاصه در زمان حال زندگی میکنه و مدام منتقل میشه به همین دلیل که اثر هنری در زمان پیروز میشه حافظ خودمون هفت قرن بر زمان پیروز شده لیوناردو داوینچی مونالیزا شده میاد چند قرنه همچنان زنده است و محبوب ترین و شاخص نقاشیه همه مردم جهان بالاخره یک بار مونالیزا رو دیدن و چیزی ازش دارن پس مونالیزا تونسته این همه قرن رو زیست کنه آیا ابدی میشه این؟ به نه اما طبیعتا برای اثر هنری که از پس یک قرن پنج قرن بر اومده امکان بر اومدن بیشتر میشه و موندگار شدن ما مرتب لغت موندگاری رو به کار میبریم فقط اثر هنری ناب و حقیقی موندگاری داره بقیه تو سینما که بعضی از فیلم های حتی قابل اعتنا ده سال دوام نمیارن فیلم های معمولی خوباش یه سال هم دوام نمیارن یادتون میره تاریخ هم یادش میره خب پس تا اینجای بحث رابطه بین تکنیک و فرمو گفتیم رابطه احساس و حس رو هم گفتیم خب یک کم دوباره چرکش بزنیم روی این بحث یعنی حس و احساس رو دو تا لغت فرنگی هست برای کسایی که تاریخ هنر رو خوندن میخونن و مدام مواجه میشن یکی سنس یکی فیله معمولا سنس رو به جای هم سنس هم فیل میگیرن به نظر من سنس احساسه اینکه میگم به نظر من با تحقیق اساسی دارم می میکنم حس ما همون فیله ما حس میکنیم حتی تاچ میکنیم فیل توش تاچ کردن هم هست یعنی لمس میکنیم یعنی نه فقط حسمون کلی و عرض کردم معینه بلکه قابل لمسه ما با چشم میبینیم با گوش میشنویم با دست لمس میکنیم لمس کردن یکی از مهمترین یکی از مهمترین و بیسیکترینه برای اینکه بتونیم بحث فرم را بفهمیم و اهمیت دادن یعنی ما با سر فقط طرف نیستیم که میاندیشیم پس هستیم جمله معروف رئیس فلاسفه مدرن بلکه اندیشمون رو به تعلیق در میاریم در هنر حسمون رو میاریم بیس میکنیم میاریم اصل میکنیم اندیشه اینجا چی کاره میشه اندیشه یا کلا سیستم عقل میره در دستیاری حس ما در هنر با دل میاندیشیم اینجا اندیشیدن یعنی عقل اومده تو دل شده یه نوری برای دل برای بهتر دیدن و برای بهتر لمس کردن و برای بهتر حس کردن پس عقل هست اندیشیدن هست اما حالا دیگه نه با سر با دل وقتی شما یه موسیقی خوب گوش میدید قبل از اینکه اصلا مغزتون فوران کنه پربار بشه دلتونه که شاد میشه غمگین میشه مسترب میشه اینا همه یعنی اینکه هنر مطلقا در قلم رو ناخداگاهیه و عقل باید به کمکش بیاد عقل خوبه بارور شده به کمکش میاد دستیاریشو میکنه نکته بعدیمون که باز دوباره از اون غلطهای های جهانی مسئله محتواست همه حالا اونایی که با من کمی اونس دارن بیستی سال اخیر دیگه اینو پذیرفتن که آقا محتوا در از آسمون همینجوری نازل نمیشه خودش و بعد فرم بگیره بلکه این فرمه که محتوا میآفرینه محتوا قصه نیست محتوا کانتکست نیست محتوا هم از جنس حسه محتوای حسیه فرم میدهد محتوا اما این محتوا حسیه عقلی نیست این یه ذره سختتر که باید حالا انشالله توی بحث بعدی توی فیلم های معین با مثال های معین به این برسیم خب پس محتوا موجود نیست قبل از فرم بعد از فرم با فرم از فرم حادث میشه اینم بحث کلیدیه که تمام تاریخ هنر روی این بحث مشکل داره دوستان بحث رو شنیدید بحث کار داره دیگه یعنی این نیست که مثل عصای موسا بزنیم به هر چیز به هر اثر هنری جواب بگیریم خیلی باید روش کار کرد دوستان عزیز که رو شنیدن کسانی که سوالهای در این کنتکست دارن کامنت بذارن و ما به ده تا سوال کلیدی جواب موشکافانه تر و جزئی تری خواهیم داد سرها روشت.